با درودی فراوان خدمت شما علاقمندان تلویزیون کانال جدید، امیدوارم که خوب و سلامت باشین. من فرشته نظام آبادی هستم، به همراه همکار عزیزم حسین خلاقی باز هم در خدمت شما هستیم با سلسله برنامه های همبستگی. امروز هم طبق روال همیشه در خدمت آقای عبدالله اسدی، دبیر فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی هستیم با اخباری که به دست ما رسیده. سلام میکنم خدمت شما آقای اسدی، به برنامه خودتون خوش اومدین. من هم سلام عرض میکنم و همچنین سلام میکنم به بینندگان عزیز تلویزیون. آقای اسدی، هفته‌ای که گذشت واقعا اخبار بسیار متاسف‌باری ما شاهد بودیم در رابطه با حمله مرگبار و تروریستی که روز جمعه در استکهلم اتفاق افتاد. میخواستیم شما توضیحاتی رو در این مورد داشتین و همچنین مطلع هستیم که شما در خود استکهلم تشریف داشتین. میتونین توضیحات بیشتری رو برای بینندگان عزیز ما بدین؟ خب اینطور که بالاخره اخبارش همه دنیا رو فرا گرفته، به هر حال با جزئیات توی اخبار اومده کی بوده، چی بوده، چطور مثلا دست به چنین اقدامی زده شده، اینا خیلی واضح توی همه اخبار و به هر حال گزارشاتی که پلیس و مراجع مثلا حقوقی سوئد و اینا میدن. خب این اقدام تروریستی بود، واقعا خیلی حادثه خیلی وحشتناکی بود، حادثه خیلی ضد انسانی بود توی کشوری که مثلا سالها از این مسائل دوره. مثلا این اتفاقات نادر میتونه مثلا باشه چنین کشورهایی. خب بالاخره الان تنها تجربه سوئد هم نیست، یه ماه پیش تو انگلیس شاهدش بودیم، بعدا تو قبلش تو برلین شاهدش بودیم، بعدا تو فرانسه شاهدش بودیم، با کامیون رفتن روی مردم. و این اقدامی که توی استکهلم صورت گرفت همین جوری بود. یه آدم جنایتکاری یه کامیون رو میاره توی مثلا جاده آبرین پیاده مثلا روی مردم، به این معنی اقدام کاملا تروریستی بود، اقدامی از پیش طراحی شده بود. به هر حال خیلی مردم رو با وحشت انداخت، خیلی مردم متاثر و متاسف شدن از چنین اتفاقی که مثلا میفته. چقدر این میتونه مثلا برای جامعه مضر باشه، برای امنیت شهروندان اون کشور مثلا خطرناک بشه، چقدر مردم ناامنی بهشون دست میده، چقدر توی فضای مثلا زندگی مثلا واقعی همچین اتفاقی توی یه جامعه، توی شهری، توی کشوری میفته. خب توجه های زیادی جلب کرده این موضوع، بحث های زیادی در موردش هست، تحلیل های زیادی در موردش هست، ولی همه اینا هم سر هم بذاریم باز به این نتیجه میرسیم، میگیم که این اقدام تروریستی هست، این اقدام جنایتکارانه ای هست که همیشه و همیشه و همیشه گروه های اسلامی، گروه های مثلا وابسته به داعش، گروه های وابسته به جریانات اسلامی هستند که از تمدن و انسانیت و انسانگرایی بوی نبردن و تمام دنیا رو میخوان به آتش بکشن، تمام هر جا که بالاخره آسایش از امنیت هست میخوان در اونجا بالاخره آسایش مردم رو به هم بزنن، امنیت مردم رو به هم بزنن، قدر قدرتی کنن، وحشت تو دل مردم بندازن و دارن این کارو میکنن و دارن این کارو میکنن. تو سوریه ببین چیکار کردن. توی اخبار بوکل حرم و دیروز تعقیب میکردم،
صدها دختر تو مدرسه بردن و دارن مثلا میفروشنشون. اینا گروه های اسلامی هن. اینا از جنس داعش هن. از جنس همین هن که با کامیون روی مردم را میرن. و حال از نظر ما با عنوان فدراسیون سراسری پرندگان این اقدامات محکوم هست، جنایتکارانه هست. باید توی هر جامعه این گروه ها، این آدم کشا مورد شناسایی قرار بگیرن و به هر حال به محاکمه کشیده بشن. و فکر میکنم که باندا و گروه های اسلامی که برای مثلا اهداف شومشون خیلی جاها پول میگیرن، خیلی جاها امکاناتی رو دولت در اختیارشون میذاره، این امکانات رو باید گروه ها گرفت. آقای اسدی ببخشین، اینطور که به هر حال توی اخبار ذکر شد، گفته شد که این کسی که این کار کرده به اصطلاح پناهنده ازبکی بوده که این عمل انجام داده، که پاسخ رد گرفته، یعنی پاسخ منفی گرفته از دولت سوئد. در این رابطه نظرتون چی هستش که عنوان شده؟ بله، اخباری که هست این پناهجوی مخفی بوده، سال 2014 به سوئد اومده، بعدش سال 2016 جواب رد میگیره، بعد یه بار دیگر به اسم دیگری دوباره خودشو معرفی میکنه. خب اخبار و شواهد و گزارشات پلیس نشون میده که توی فیسبوکش و توی آرشیوش که گشتن همش با گروه های اسلامی رفت و آمد داشته، ارتباط داشته، گزارشات اونا رو روی صفحش میگذاشته. خیلی شواهد نشون میده که ارتباطی داشته، از اون گروه های مسلمون بوده. مادم هیچ کس قرار نیست به محض اینکه مثلا جواب منفی میگیره دست به اقدام جنایتکارانه بزنه. راهی تو این کشور هست، میتونه اقدام بعدی بکنه، میتونه وکیل بگیره، میتونه به هر حال از در دیگه وارد بشه. مثل هزاران پناهجوی دیگه تو این مملکت هستن و مخفی هم بودن، بارها جواب رد گرفتن، تو این کشور بعض موندن، ولی هیچ وقت دست به اقدام خرابکارانه نزدن، دست به اقدام تروریستی نزدن، خودزنی نکردن، هیچ کار عجیب غریب نکردن و قرار هم نیست بکنن. قرار هست تو این کشور کسی جواب رد میگیره، هر پناهجو هست، به هر اسمی هست، بالاخره درهای باز، راهی وجود داره، میتونه بالاخره دوباره اون شرایط و موقعیت خودش رو دوباره به دست بیاره، پرونده شو به جریان بندازه، مکاتبه بکنه با مراجع مثلا حقوقی تو این مملکت. این راه بسته نیست و این هم هیچ دلیلی برای این نیست که کسی مثلا پناهجوی مخفی دو بار سه بار ده بار هم حتی جواب رد گرفته باشه، جایی دست به اقدامات جنایت کردن. مردم عادی چه گناهی تو این وسط دارن که با کامیون زیر گرفته میشن؟ اینا بالاخره میگن پناهجوی مخفی، خب بالاخره ممکنه خیلی هم تاثیر بذاره روی افکار جامعه مثلا نسبت به پناهجویانی که سالها مخفی ان وجود داشته. تو این کشورهای اروپایی تنها سوئد هم نه، خیلی پناهجوی مخفی وجود داره، متاسفانه خیلی زیاد وجود داره. ولی نباید مثلا همین پدیده باعث بشه که همه جامعه همه دنیا مثلا فکر کنن که آی تقصیر پناهندگان، آی پناهندگان بحثش مطرح شده، آی پناهندگان مخفی رو باید جمع‌آوری کنن، اخراج کنن، تو بازداشتگاه بذارن برای اینکه تا تحقیقات نشه، تا فلان نشه، آزاد نشه. هیچ دولت فکر نمی‌کنن دولت سوئد پای این قضیه بره و نباید بره و خیلی امنیت بقیه رو به هم می‌ریزه. بالاخره یک آدم اومده این کارو کرده. البته بی تاثیر هم نبوده این مسائلی که به اصطلاح رخ داده. اولین چیزی که من خوندم خبر گروه حزب چپ بوده که اعلام کردن که حزب چپ دولت عفو عمومی بده به پناهندگان مخفی یا افرادی که حداقل یک سال در سوئد زندگی می‌کردن. این نظرتون در مورد این مسئله چیه و عکس العمل دولت و جواب دولت سوئد در این رابطه چی بوده؟ ببین، من کلمه عفو عمومی رو راستش برام قابل هضم نیست. اگه پناهجو اومده بالاخره جونشون رو نجات بده از خیلی کشورهای جنگ زده و از مناطق جنگی و از اختناق و سرکوب و دیکتاتوری و اینا اومدن و به همین اعتبارم
وقتی وارد این کشورها میشن، کشورهایی که سالها بالاخره پناهنده پذیر بودن، پناهندگان رو در خود پذیرفتن، من فکر میکنم که اینا کسایی نیستن باید مثلا فقط عفو بهشون بخوره. اینا جنایت نکردن، اینا از دست جنایت فرار کردن. به این اعتبار کلمه عفو عمومی کلمه درستی نیست، جمله درستی نیست، حتی خواست درستی هم به این معنا نیست. من طرفدار یک سیاست پناهندگی باز و انسانی هستم که به هر حال میتونه خیلی از پناهندگان رو در خودش بپذیره، ولی عفو عمومی میتونه یه بار صورت بگیره، هر روز نمیتونه صورت بگیره، هر روز نمیتونه به سیاست یه دولت مثلا تبدیل بشه. و اینجا اگر عفو عمومی دادن، بقیه چی؟ نروژ چی؟ انگلیس چی؟ بقیه کشورهای دیگه چی؟ آلمان چی؟ این همه پرنده رو مثلا دارد. الان هم که شاهد هستین این جنگ ادامه داره و با مسائلی که واقعا هستش، الان پشت دیوارهایی که پناهجویان همه الان هستن و نمیتونن وارد اروپا بشن و به جای نقاط امن برسن و هنوز این روند پناهندگی ادامه داره. یعنی در واقع اگر عفو بگیرن افرادی که اینجا دارن زندگی میکنن، تکلیف افرادی که الان هنوز به نقاط امن نرسیدن میتونه چی باشه؟ خب ببین، ما الان شاهد میلیون ها پناهنده توی اطراف خود کشور سوریه هستیم، توی اردن، لبنان، ترکیه و سایر و بعضا یونان، ترکیه، کشور اروپایی و خیلی از اینا. این هم کسانی هستن از جنگ در سوریه فرار کردن، از جنگ در عراق فرار کردن، از ناامنی در افغانستان فرار کردن، از کشور آفریقایی اومدن، بعضا به خاطر شرایط فقر و بیکاری و بدبختی و سیاه روزی اومدن. خب اینا به همین اعتبار هم هر جایی که میرسن باید مثلا بهشون اقامت بدن، پرونده اینا بررسی بشه و به حال به عنوان انسانهایی که از جایی تحت فشار بودن، ناامن بودن، زندگیشون مثلا دستخوش جنگ و اینا شده، خب باید بهشون پرونده بدن. کسایی هم که الان هستن تو این کشورها مخفی هن، تنها در کشور سوئد نیستن، در بسیاری از کشورهای اروپایی هزاران پناهنده مخفی وجود داره. محصول فقط این دوره هم نیست، محصول موج پناهندگی سال 2015 هم نیست، سالهای سال پیش هم همین شرایط بوده. وقت بوده که مثلا تعداد پناهجویان مثلا تو سال 2005 که مخفی بودن به بیش از 20,000 نفر میرسید. خب اینجا خیلی از احزاب گفتن که خب اینا خیلی ازشون کودک دارن، مدرسه میرن و 3 سال 4 سال تو این کشور زندگی کردن و این کودکان دچار افسردگی شدن، دچار شرایط بد مثلا روحی روانی شدن، والدینشون همچین شرایطی پیدا کرد. خب بحث خیلی داغی شد، جنبشی رو به وجود آورد. اون جنبش اسمش امنستی بود، عفو عمومی بود، به یه باری برای همیشه مثلا این کارو کردن، اونم تحت فشار جامعه و به حال مسائلی که بود. ولی این سال بعدش هم تکرار شده، همین از بچه برام گفته این کارو، ولی این تکرار نمیشه تو سر. من اعتقادم بر این نیست این اتفاق بیفته، چون اتفاق تنها مسئله سوئد نیست، الان مسئله اتحادیه اروپا هست. الان همه سیاست ها رو مثل اتحادیه اروپا هم برحال دنبال میکنن. درسته هر کشوری که برحال میزبر پناهندگان هست خودش یه سری قوانین و مقررات جداگانه ای داره، ولی فکر میکنم که به جای مثلا عفو عمومی و از این چیزا باید از یک سیاست باز پناهندگی حرف زد. باید پناهندگان رو بتونن توی این جامعه
هضم بکنن، بتونن ادغام بکنن، بتونن مثلا این جدایی که بین مهاجرین و مردم هست بهش خاتمه بدن، کشور رو به اون سمت ببرن که این همه پرنده رو نمیتونن دونه دونه بگیرن، اخراج کنن. در نتیجه باید آلترناتیو انسانیته درستتر، سیاست انسانیتری مثلا وضع بشه، به این معنا احزاب مختلف کلان بشینن فکر دیگه ای باید بکنن برای اینا. اینا راهش اخراجی نیست، راهش بیرون کردن نیست، چون یک و دو دو ست تا نیست، حتی هزار و دو هزار نفر هم نیست، هزاران نفر پناهنده است. اینا نمیدونم به چی فکر میکنن، نمیشه هزاران نفر توی این مملکت جمع بکنن به افغانستان و به عراق و به ایران برگردونن. امیدواریم که آیه صدی واقعا شرایطی پیش بیاد که همه واقعا بتونن به اون جایی که آرامش پیدا میکنن برسن. جدا از بحثی که ما در سوئد و اتحادیه اروپا داریم، میپردازیم به سوالی که از یکی از دوستانمون به دستمون رسیده. عنوان کردن که سلام، من در ایران زندگی میکنم و همجنسگرا هستم و شرایط من توی جامعه ایران مشخصه، اما متاسفانه امنیت و آینده‌ای در خانواده هم ندارم و بارها مورد برخوردهای وحشیانه توی خانواده قرار گرفتم و همین الان توی سرم به اندازه 5 سانت بریدگی در اثر کوبیدن لیوان بر سر دارم. متاسفانه تمام راه‌های جدا شدنم از خانواده بسته شده و تمام پسنداز و حساب‌های بانکیم هم توسط پدرم بلاک شده و فقط می‌خواهم از این زندگی فرار کنم و هیچ راهی نمی‌دونم و متاسفانه چون تا به حال سفر خارج از کشور هم نداشتم، نمی‌دونم باید چه کاری انجام بدم و روال کار به چه صورت هست. لطفاً به هم راهنمایی بدین چه کار کنم، واقعاً دیگه تحمل این زندگی رو ندارم. واقعاً تأسف باره که این سوالات خونده میشه، ولی خب سوالاتی هست که به دست ما رسیده و شنونده هایی که علاقمندانی که الان پای تلویزیون هستن دوست دارن که این جواب این سوالشون رو بگیرن. خب من هم متاسفم، چنین مثلا نامه رو میبینم، چنین خبری رو میشنوم از کسی که مثلا تو ایران است و چنین شرایطی مواجه هستش. راستش خب فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی توی ایران نمیتونه به کسی کمک کنه، یا مثلا نمیتونه کنگ مالی بهش بکنه، نمیتونه مثلا از اونجا انتقالش بده به یک کشور دیگه. کار ما اینا نیست، قدرت این کارم نداره. اگه این نامه به فدراسیون اومده، فدراسیون توصیهش اینه که خب اگر میخواد پناهنده بشه، میخواد از ایران خارج بشه، میخواد از این زندگی بیاد بیرون، کلن یه شرایط انسانی تری پیدا بکنه، راهش اینه که خب امکاناتی رو برای خودش جور بکنه، یعنی یه مبلغ پولی که میتونه با اون مثلا ممکنه بره ویزا بگیره، ممکنه مثلا بیاد ترکیه خودش رو به سازمان ملل مثلا معرفی بکنه، اونجا درخواست پناهندگی بکنه. شاید ترکیه مثلا نزدیکترین و کم هزینه ترین مثلا کشوری باشه که ویزا هم نمیخواد، طریق پاسپورت میتونه وارد ترکیه بشه. ولی خب ترکیه میتونه زود وارد بشه، میتونه بدون دردسر وارد بشه، ولی موندن تو ترکیه ممکنه سالها به طول بیانجامه، سالها ممکنه نتونه اقامت اون کشور رو بگیره، یا حتی اقامت مثلا کشور دیگه که از طریق سازمان ملل باید انتقال پیدا بکنه. این هم هست، شاید زندگی هم توی ترکیه مثل حتی کشورهای اروپایی نیست، شاید اونجا خیلی سخت‌تره، بیکاری خیلی گسترده‌تره، برخورد پلیس به مردم به ویژه خارجیان خیلی خشن‌تره،
بعد هیچ کمک هزینه نه یو این نه دولت ترکیه در اختیار پناهجویان نمیذاره. به طور واقعی پناهجویی که میاد اونجا بعد بره اول به یو این خودشو معرفی کنه، بعد بره به پلیس خودشو معرفی کنه و پلیس از تصمیم میگیره اون در چه شهری زندگی بکنه و اون موقع خونه هم خودش بعد اجاره بده، خونه هم بعد خودش اجاره کنه و تمام از این زندگیش باید خودش تأمین بکنه. در واقع در اینجا خیلی سخت هستش. مطرح میکنم بیشتر من فکر میکنم حالا مسائلی که تو خارج از کشور هستش خب برای همه مشخصا واضح و روشنه، به خصوص با توضیحات کاملی که شما بهش میپردازین، ولی بیشتر راهی رو این عزیز ما میخواستن که چطور توی ایران بتونن این پول رو تهیه بکنن یا بخوان از اونجا خارج بشن. آیا فدراسیون میتونه کمکی بکنه که از توی ایران خارج بشن یا اینکه هزینه بهشون پرداخت بکنه؟ این به هر حال روشن بشه برای همه بینندگان. نه فدراسیون کمک نداره، نمیتونه بکنه. من بحثم اینه، به عنوان مسئول فدراسیون من همین راهنمایی ها رو دارم. همین من میگم اون داره توی ایران زندگی بکنه، نه در چه شهری در ایران زندگی بکنه، ولی بالاخره خودش با اون جامعه آشنایی داره، تو اون جامعه دنیا اومده، میدونه که راوچه ها چیه، میدونه کار کجا پیدا بکنه، چجوری باید کار کنه، چجوری باید پول جمع بکنه. بالاخره حتما آدم بزرگی هست، بالاخره اینجوری هم نباید باشه که گویا آدم بزرگیه اینقدر گرفتار خانوادهش بشه، اینقدر دست و بالش رو میگیرن یا مثلا محدودش میکنن. خب باید شرایطی درست کنه که بتونه این کار بکنه، بتونه پول پیدا بکنه. نمیدونم چیکار باید. میدونم توی ایران خیلی سخته، میدونم کسی که بالاخره هم جنس گرا باشه خیلی نمیتونه خودش رو بروز بده، نمیتونه هیچ جایی اینو بگه، خیلی سخته براش. مناسبتی وجود داره پذیرفتنی نیست، در میان دوستش پذیرفتنی ممکنه نباشه، در میان خانوادهش که خودش داره میگه اصلا پذیرفتنی نیست. معلومه که بریم تو مدرسه و دانشگاه و خیلی جاهای دیگر هم اگر ببینن شرایط اینجوری داره خیلی راحت نیست. به این فرهنگی وجود داره، بالاخره این عالمه رو هنیز نمیتونه بفهمه که زندگی اینا باید زندگی کاملا برابری و بقیه باید باشه، تبعیض علیه اینا نباید روا بشه، خانواده بی خودی نباید مثلا تحت فشارش بذارن، برخورد بد و خشن بهش بکنن، باید بهش احترام بذارن، باید در آغوشش بگیرن، باید راهی برای بروز مسائلش پیدا بکنه، احساس بکنه که هیچ تبعیدی بین اون و هیچ شهروند ایرانی نیست و بقیه اعضای خانوادش نیست و این کار باید بشه. و این کار ما داریم اینو میگیم توی همین کشورهای اروپایی مسئله خیلی آزادتره، خیلی راحتتره. بالاخره پناهجویان همجنسگرا سالانه بالاخره یک کارنوال و تظاهرات برگزار میکنن توی این مملکت، هزاران نفر به دفاع از اینا و خیابون هم میان، پلاکارد ها هم میکنن از خواستشون، از مسائلشون، از امکاناتی که باید در اختیارشون گذاشته بشه، از تبعیضی که نباید به هیچ وجه علیه اینا روا داشته بشه حرف میزنن و به یه معنا اینجا برخورد به همجنسگرایان شرایط برابری داره. و ولی تو ایران نه، تو کشورهایی که اسلام حاکمیت داره، احزاب و جریان اسلامی یا فرهنگ و مثلا رفتار سنتی وجود داره، همجنسگرایان هم با مشکلات زیادی مواجه هستن. آیا اسدی میتونیم، چون فرصتمون خیلی کوتاه هستش، توی چند تا جمله وضعیتی رو که الان، شرایطی که الان حاکمه و اون کنترل مرزی یا پناهندگانی که وارد اینجا میشن الان چه شرایطی پناهنده ها دارن توی زمانی که وارد میشن یا اینکه بخوان به اصطلاح ورود بکنن به سوئد، الان تو چه شرایطی هستش؟ الان تو اگه بتونیم آره الان در بدترین شرایط مرزی به سر میبریم، یعنی مثل قبلا ها یا قبل سال 2015 اینا نیست دیگه. مثلا اون موقع خیلی هم میتونستن از راههای مختلف به شب عبور کنن، قاچاقچی بیاره تشون، مثلا دست دست پناهجویان عبور میدادن، ولی الان این شرایط وجود نداره. الان پرنده تازه به یونان هم راحت نمیتونه بیا،
توی مرزای یونان، مقدونیه، اونجا مرزبان خیلی زیادی هست، میله های مرزی گذاشتن، سیم و خاردار خیلی زیادی گذاشتن و هم معذب هستن، راه های مدیترانه هم کاملا بسته شده. زیاد شرایط مناسبی فعلا در حال حاضر نیست. در صورت خیلی متشکریم از توضیحات کاملی که طبق معمول برای بینندگان ما دادین و همینجا از شما تشکر میکنم و خیلی متشکرم از اینکه به این برنامه تشریف آوردین و در خدمت شما بودین. خیلی ممنون. من هم روزا و ساعتهای خیلی خوبی برای همه بینندگان عزیز آرزو میکنم. بینندگان عزیز، از اینکه تا این لحظه با ما بودین تشکر میکنم و امیدوارم که روز و روزگار خوبی داشته باشین.